و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. بحث ما در آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت بود. در این آیه خدا یک مثلی زده، می فرماید این کسانی که تکیهگاهشون رو از خدا جدا می کنن، به طاغوتها، به بتها، به شیاطین، به قدرت و ثروت اتکا می کنند، اینها رو سرپرست خود قرار می دن، مثل عنکبوتی می ماند که به تارش، اون تاری که میتنه، به اون تکیه میکنه. خب یه تار چقدر عنکبوت رو نگه میداره؟ با یه بادی، با یه آتشی، با دست یه بچه‌ای تار از بین میره، سسته، مبنا نداره. این کسایی که از خدا جدا میشن، به هر چی که تکیه کنند مثل اون تار عنکبوته. حالا فرعون باشه، نمرود باشه، آمریکا باشه، استمرار نداره، دوام نداره. دیروز عرض کردم ما حدود 50 مثل توی قرآن داریم. خدا برای خودش هم مثل زده. دقت کنید چی عرض میکنم، خدا مثل نداره اما مثل داره. لیس کمثلهی شی، مثل با مثل مثل هم نوشته میشه، ولی خدا مثل نداره، مانند نداره. ولی مثل لله المثل الاعلا، مثل نورهی کمشکات، برای خودش هم مثل زده. مثل کارش اینه که امور معقول و سخت و غیر قابل فهم برای همه رو با یه مثلی برای همه قابل فهم میکنه، برای همه قابل درک میکنه. مثلا هر چی خدا بخواد بگد انفاق چقدر ثواب داره، شاید آدم متوجه نشه. میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل، عرض میکنم، حبتت انبتت سبع سنابل. میگه مثل اینایی که مالشون در راه خدا انفاق میکنن مثل اون دانه گندم. بعد فی کل سنبله، تو هر خوشه ای هم 100 تا دانه، میشه 700 تا. چطور یه دونه رو میکارید اگه درست کشت بشه 700 تا برداشت میکنید؟ یه درهم هم که بدید انقدر برابر میشه. و شما با این مثل میفهمی انفاق یعنی چی. یا خدا میخواد مثلا توحید رو به ما نشون بده که خدا کیه، جایگاهش کجاست. میفهم مثل نورهی کمشکات. ببینید این در سوره مبارکه نوره، الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات، فیها المصباح، المصباح فیها مصباحون، المصباح فی زجاجه. شما وقتی یه چراغی رو روشن میکنید، یه روغنی بهش میرزید، چراغایی که قدیم بود، گردسوز بود، چراغای بغدادی میگفتن، وقتی روشن میشه این شیشه رو که میذاری روی این نور، نور منتشر میشه. خدا هم مثل نوره، هم خودش نورانیت داره، هم دیگران رو نورانی میکنه، به دیگران افاضه فیض میکنه. یعنی با یه مثل خدا اومده خودش رو معرفی کرده، الله و نور و سماوات و الارض. خیلی از این نمونه ها داریم. فرض کنید حضرت عیسی علیه السلام وقتی به دنیا اومد، خب پدر نداشت، برای مردم سخت بود. مگه میشه یک بچه‌ای بدون پدر از یک دختر دوشیزه باکره‌ای به دنیا بیاد؟ چطور میشه؟ فوراً خدا این جواب رو داد، فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. چرا به حضرت آدم ایراد نمیگیرید؟ آدم که نه پدر داشت و نه مادر. کسی نمیگه چرا.
خب اون خدایی که تونست آدم رو از خاک بیافرینه، حضرت آدم که پدر و مادر در تاریخ برایش ذکر نشده، از خاک خلق شده. خب حالا حضرت عیسی مثل حضرت آدم، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. ببینید اینا همه به ذهن نزدیک میکنه. به عبارت دیگر مثل یک راه پاسخگویی به شبهاته، یک راه آسان کردن فهم مسائل علمیه. به همین دلیلم خدا، ببینید من آیاتشو میخونم، چند جا تو قرآن میفرماید لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما این قرآن رو پر کردیم از مثل. عرض کردم مثل‌های متعددی تو قرآنه. باز می‌فرماید ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. ما تو این قرآن هی مثل می‌زنیم، شاید شما چیز یاد بگیرید، تفکر کنید. تو همین سوره عنکبوت الان می‌رسیم بهش، می‌فرماید نگید چقدر خدا مثل میزنه، ما این مثلا رو میزنیم شما بفهمید، علم پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید. به قول اون شاعر قشنگ سروده، حق مثلها را زند هر جا به جاش، یعنی هر کجا به جای خودش یه مثلی میزنه. حق مثلها را زند هر جا به جاش، میکند معقول را محسوس و فاش. معقول رو محسوس میکنه، یعنی چیزای عقلی رو حسی میکنه. میخواد خدا رو معرفی کنه، میگه الله و نور. خب نور رو ما میشناسیم. میخواد انفاق رو بگه، میگه مثل گندمی که میکارید. میخواد مؤمن رو بگه، میگه مثل درخت، مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه. حق مثلها را زند هر جا به جاش، می کند معقول را محسوس و فاش. تا که در یابند مردم از مثل آنچه مقصود است بی نقص و خلل. خدا ولذا میگه، دیروزم گفتم ما عبایی نداریم از این که مثل بزنیم. من بالاتر بگم، حتی مشرکینم وقتی میخواستن یه اشکالی رو بگیرن، میخواستن ذهن مردم رو خراب کنن، با مثل وارد میشدن. مثل خیلی به ذهن نزدیک میکنه مطلب رو. مثلا یکی از این مشرکین یه استخوان پوسیده ای رو برداشت، استخوانی که وقتی دست میزدی آرد میشد، له میشد، یعنی پودر میشد. گفت مگه میشه این زنده بشه؟ ببین ورد نشون مردم داد، ببینید این استخوان مال یه مرده ایه، الان پودر شده. قرآن میفرماید و ضرب لنا مثلا. ببین و ضرب لنا چی؟ مثلا و نسی خلقه. برای ما یه مثل زده، یه استخوان رو آورده، میگه مگه میشه این زنده بشه؟ یادش رفته اولش چی بوده. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه تا آخر آیه. میخوام عرض کنم بحث مثل توی قرآن برای تذکره، برای تفکره، برای نزدیک کردن به ذهنه، برای اینکه آدم بتوانه بهتر موضوع رو بفهمه. خب با این مقدمه که دیروزم توضیح دادیم، ما دو تا ولایت داریم تو عالم. خوب دقت کن، دو تا سرپرست. آدم بدون سرپرست که نمیشه، بالاخره الگو میخواد، سرپرست میخواد. هر کسی معلومه زیر مجموعه چه کسی قرار میگیره. قرآن میفرماید دو تا ولایت تو این عالم وجود داره. یک خدا، الله ولی الذین آمن. این بذارید یه طرف. نقطه مقابلش طاغوته. حالا طاغوت یه کلمه گسترده ایه، بت، شیطان، ماده، کسایی که غیر خدا رو سرپرست خودشون میگیرن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس ما تو عالم دو تا ولایت داریم، یک ولایت الله، یک ولایت طاغوت. عده‌ای رفتن زیر ولایت
خدا پیرو حضرت موسی شدن، عده‌ای رفتن زیر ولایت طاغوت پیرو فرعون شدن، عده‌ای رفتن زیر ولایت خدا پیرو رسول خدا شدن. انما ولیکم الله و رسوله، چون ولایت پیغمبر و امامم ادامه ولایت خداست، فرق نمی‌کنه. اما عده‌ای رفتن زیر ولایت ابو جهل و ابو لهب پیرو بت‌ها شدن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این نکته‌ای که میگم دقت کنید. فرق این دو تا ولایت اینه، وقت میخوام این آیه براتون روشن بشه، آیه سوره عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا. ما دو جور ولایت داریم. آقا امروز یه عده ولیشون امریکاست، ولیشون اسرائیله، ولیشون دشمنان خدا. اگر کسی ولی شد طاغوت، با کسی که ولیش میشه خدا چه فرقی داره؟ من 4 فرقش رو یادداشت کردم برای شما میگم. 1، اونی که ولیش خداست داخل نور میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولایت خدا، چون خدا خودش نوره، الله نور السماوات و الارض، اگر کسی ولیش خدا شد تو نورانیته، نور علم، نور عبادت، نور درک، فهم. اما اگر ولیش طاغوت شد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این اولین فرقشه، طاغوت شما رو به تاریکی میبره، ولایت خدا شما رو به نور. 2، قرآن میفرماید اونی که ولیش خداست عزیزه. من کان یرید العزه فلله العزه جمیع. اما اونی که ولیش طاغوت ذلیله، خاره. پس عزت میاره ولایت خدا و ذلت میاره ولایت طاغوت. 3، اونی که ولیش خداست آرامه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امام حسین روز عاشورا تنها بود ولی آرام بود، زیر شمشیر بود ولی آرام بود، تمام بدنش خون غلیان میکرد ولی آرام بود. اما قرآن میفرماید طاغوت ترس داره، نگرانی داره. قذف فی قلوبهم، خدا میگه الرعب، تو دلش همش ترسه. پس ولایت خدا نوره، ولایت طاغوت ظلمت. ولایت خدا عزت، ولایت طاغوت ذلت. ولایت خدا آرامش میاره، ولایت طاغوت ناآرامی و رعب. و 4، که حالا همین آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، ولایت خدا تکیه‌گاهه، آدم میتونه بهش تکیه بده. اما ولایت طاغوت مثل خونه عنکبوته. چطور خونه عنکبوت؟ یه انگشت، اصلا دستم نمیخواد یه انگشت بزنی. با اینکه من دیروزم گفتم این حیوان زیر شکمش یک حفره‌ای داره، مایه‌ای ترشح میکنه که این مایه رو وقتی ترشح میکنه هوا بهش میخوره، تبدیل میشه به تار، که خود این تارها گاهی چندین تاره. آقایون میگن استحکام این از فولاد بیشتره، یعنی فولاد رو اگر انقدر نازکش کنی از این استحکامش کمتره، چون خیلی نازکه. این تار رو اگر به اندازه فولاد زخیمش کنی از فولاد محکمتره. این تار اونم منظم مهندسی میکنه، این حشره واقعا مهندسی میکنه، زیبا، گاهی دایره وار، گاهی اینا رو کنار هم میچینه، میبافه، خیلی با هنر این کارو میکنه. اما این زحمتی که این حشره میکشه، این تلاشی که میکنه، یه انگشت بزنی به آن، یه اشاره کنی، یه جارو بگیری میفته. ولایت طاغوت مثل خونه عنکبوته، استحکام نداره. اما ولایت خدا محکمه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. حواسمون باشه آقایان، خواهران، تکیه‌مون تو زندگی به خدا باش. و من يتوكل على الله فهو حسبه،
توکل به خدا انسانو کفایت میکنه، توکل به طاغوت انسانو رها میکنه. و جالبه، من یه آیه رو به شما آدرس بدم و نگاه کنید. خدا میفرماید، خیلی عجیبه این آیه، آخرین آیه سوره مجادله است، آیه 22 میفرماید ممکنه این طاغوت بابای شما باشه، ممکنه پسر شما باشه، ممکنه برادر شما باشه، ممکنه همسر شما باشه. اگر دقت کنید چی عرض میکنم، یک جایی حکم خدا، فرمان خدا، سخن خدا با سخن بابات، اولادت، فامیلت دیگه از این بالاتر و برادرت در تعارض واقع شد، باید اونا رو بذاری کنار. یه کسی آمده بود خدمت پیامبر بیعت کنه، مسلمان بشه. حضرت فرمودن که یه شرطی داره. بفرمود، فرمود ابایعک الا ان تقتل اباک، ما با تو بیعت میکنیم، اسلام رو بپذیر به شرط اینکه باباتو بکشی. این یه مرتبه رفت تو فکر، این چه حرفیه، ما اومدیم مسلمان شیم، بابا بکشی یعنی چی؟ یه کمی تأمل کرد، چون آدم عاقلی بود، گفت این آدم پیامبر خدا، پیامبر مهربانی، معصوم، حرف بی مدرک و بی دلیل نمیزنه، لابد یه حکمتی داره که اینو گفته. گفت آقا قبوله، قبوله. شهادتین گفت، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله. وقتی تمام شد گفت آقا این قصه شرطه چی بود؟ حضرت فرمود والله لا نعمركم بقتل آبائكم، به خدا قسم ما به هیچ که نمیگیم باباتو بکش. حالا نمونه هاشم الان براتون میگم. بچه هایی که اومدن پیش پیغمبر، باباشون مشرک بود، منافق بود، دشمن بود، گفتن پدرمونو بکشیم، فرمود نه، حق ندارید. فرمود به خدا قسم ما راضی به قتل هیچ که نیستیم، باباشو بکن. ولی میخواستم ببینم چقدر پای دین وای میسی، چقدر پای دین. این آیه با خدا رابطش قوی شد، خدا رو ولی خودش گرفت. اگه باباش، پسرش، برادرش، فامیلش ضد خدان، نباید اونا رو دوستم داشته باشه، محبتشون هم داشته باشه. خیلی عجیبه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. چهار مورد نگاه کنید: پدر، فرزند، برادر، فامیل. اگر کسی دید اینا دشمن خدان، باید از خیمهشون بیاد بیرون. مگه حضرت ابراهیم این کارو نکرد؟ دید عموش مشرکه، فلما ما تبین له، وقتی روشن شد دشمنه، از اردوش اومد بیرون. حنظله، شما اسم حنظله را زیاد شنیدید، حنظله تو احد اومد خدمت پیامبر. حنظله کیه؟ یه جوانه، مؤمن، متدین، انقلابی. باباش کیه؟ یک منافق به تمام معنا، ابو عامر، همون کسی که مسجد ضرار رو ساخت، همون کسی که تا آخر عمرش جلو پیامبر ایستاد، پسرش شده حنظله، حنظله قصیل الملائک. اومد پیش پیغمبر گفت اجازه میدی من پدرم با دست خودم بکشم؟ فرمود نه، ما به هیچ کس اجازه قتل پدر نمیدیم. ولی حرفشو گوش نده. حنظله از باباش جدا شد. بله، پدر باشه، اولاد باشه. مگه حضرت نوح فرزندشو رها نکرد؟ انه عمل غیر صالح. عدی ابن حاتم، پسر حاتم طایی که از مسلمانای درجه یکه، عاشق امیرالمومنینه، یه پسری دارد به نام زید.
این تو جنگ صفین رفت به معاویه پیوست. عدی آمد وسط میدان ایستاد، فریاد زد، گفت ایها الناس، این اولاد من نیست. ازش براءت جست. چرا بعضی ها سرنوشت خودشون به فرزندانشون گره میزنن؟ براءت جست. پدر باشه، برادر باشه، فرزند باشه. در کربلا برادری تو سپاه امام حسین، برادری تو سپاه عمر سعد. اونه که تو سپاه امام حسین اسمش عمرو، عمرو ابن غرزه. اونه که تو سپاه عمر سعد علیه، علی ابن غرزه. حیف از این اسم روش گذاشتن. اون دشمن امام حسینه، دشمن امیر المؤمنینه. خب اتفاقا اومد داداشش رو نصیحت کرد، همون عمرو که تو سپاه امام حسین بود، میگه بیا به ما بپیوند، چرا امام حسین رو یاری میکنی؟ ایشون ازش دوری کرد، نپذیرفت. عمرو ابن غرزه شهید شد کربلا، از برادرش جدا شد. عدی از فرزندش زید براءت جست. حنظله از پدرش ابو عامر، آباءهم، ابناءهم، اخوانهم، عشیرتهم. اصلا اجازه بگید براتون بگم اینو که این آیه 22 سوره مجادله کجا رو نازل شده. حالا بعد قرآن رو نگاه کنید، این آیه میدونید کجا نازل شده؟ این آیه یه قصه ای داره. قصهش اینه، رسول خدا میخواست مکه رو فتح کنه. خب به اصحابش فرمود مردم مکه نباید خبر بشن، چون پیغمبر میخواست یه جوری مکه رو فتح کنه که خون ریزی نشه و یه اتفاق به هر حال خطرناکی نیفته. یه آقایی به نام حاتب ابن ابی بلتعه یه نامه نوشت به فامیلاش تو مکه، خبر داد که پیغمبر میخواد به این شهر حمله کنه. خیانت کرد، دستور پیغمبر رو زیر پا گذاشت، راز نظامی پیغمبر رو افشا کرد. آدم خوبی هم بودا، مسلمون و نمازخون. خب خدا پیغمبر رو باخبر کرد، نذاش رسول خدا این نامه به مکه برسه. گرفتنشون کسی که میخواست نامه رو ببره. خب نامه رو آوردن پیش پیغمبر و حضرت هم این آقا رو خواست. گفت این چیه نوشتی؟ گفت یا رسول الله، به خاطر فامیلام، عشیره، فامیلای من تو مکن، این نامه رو نوشتم برن یه جایی وقتی لطمه نبینن، اگه مسلمان مکه رو فتح میکنن کشته نشن، من برای نجات فامیلم این نامه رو نوشتم. این آیه اینجا نازل شد. ولو کان آباهم، فامیل که سهل، بابات، او ابناهم، اولادت، او اخوانهم، برادرانت، او عشیرتهم. پس باید مؤمن همواره تو زندگیش، یه وقت انسان باور نداره یه بحث دیگریه، اما آقا من دیدم آقا بعضی آقایون دلسوزم هستند و مثلا به پسرش میگه خدا رحمت کنه، یا آقایی رو من میشناختم، خدا انشالله به هر حال همه اموات رو، مخصوصا این عزیزانی که در این روزها از دنیا رفتن تو این ماه رمضان، همه رو غریق رحمت کنه. آدم خیلی خوش نفسی هم بود، میگفت به بچه‌هاش روزه نمیخواد بگیرید، خدا مهربانه، خودتون رو اذیت نکنید، میگذره، من خودم میام انشالله ازتون دفاع میکنم. کجا دفاع میکنی؟ من تو رو کجا پیدا کنم روز قیامت؟ شما فکر کردی پدر میاد روز قیامت روزه شما دفاع کنه؟ مواظب باشید، اونایی که گاهی به خاطر پدر یا اولاد یا فامیل یا برادر دروغ میگن، فرمان خدا رو زیر پا میذارن. نه، این آیه میفرماید هر کسی تو زندگیش اومد تکیهش رو غیر خدا قرار داد. ببینید ما نمیگیم واسطه نها، شما تو هر کاری نیاز به هممون نیاز به واسطه داریم. شما بنایی هم میخوای بکنی بنا میخوای، مریض هم میشی پیش پزشک میری. منظور اینه، اینو عنایت کنید، کسی کنار خدا برای سایر امور استقلال قائل بشه، این غلطه. بگه این پزشک اگه نبود بچه‌م میمرد. نه، این پزشک خیلی مهمه، تشکرم کن، خیلی هم کارش اهمیت داره، خیلی هم ثواب داره، اما نه اینکه اگر اون نبود فرزند میمرد. این امام صادق فرمود این شرکه.
یا من اسمه دوا و ذکر او شفا. تمام امور به ید الله است. اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد، واسطه نه، ما خودمون ائمه رو هم واسطه میکنیم، اما هیچ وقت برای امام استقلال در مقابل خدا قائل نیستیم. ما میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، همون خدایی که ولایتش بر همه ما لازمه فرموده دو تا ولایت دیگه هم کنارش بذارید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا، پیامبر، اولی الامر که منظور ائمه معصومینند. همون امام معصوم هم به ما گفته در دوران غیبت شما ولایت عالم و فقیه رو عمل کنید، به فقها مراجعه کنید، اما نه فقیه در مقابل خدا، نه عالم در مقابل حکم خدا. اگه عالمی در مقابل حکم خدا حکم داد میشه بلعم باورا، فمثله که مثل الکلب، به عبارت علمی ترش در طول خدا اب نداره، در عرض خدا نه. من آیه رو معنا کنم، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، اونهایی که غیر از خدا رو سرپرست خودشون قرار میدن، که مثل العنکبوت، مثل عنکبوت میمونه. عنکبوت چه کار میکنه؟ اتخذت بیتا، بیتا با یه زحمتی تار درست میکنه، این باید از زیر شکمش این مایه بیاد تو هوا تبدیل به تار بشه، اینا رو بتنه، منظمش کنه، زحمت داره. اما و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، دیروز گفتم حیوانات برای خودشون لانه میسازن، مورچه، پرنده، زنبور عسل، حشرات، اما هیچ موجود زیر این آسمان خانه‌اش سست‌تر از عنکبوت نیست، یه بچه هم میتونه خرابش کنه. لوکانو یعلمون، اگر بدانید، اگر دقت کنید، اولیاء غیر خدا هم کسی بهش تکیه کنه مثل عنکبوتی که به خانه‌اش تکیه کرده. ان الله یعلم ما یدعون، خدا میدونه شما کیو میخونید. آخه بعضی اوقات آدم قصد اخلاص میکنه ها، ولی خودش هم میفهمه این کارش برای خدا نیست. من اگه به ظاهر گفتم برای خدا این کارو انجام میدم، اما تو دلم غیر خداست، میگه من میدونم، ما میدونیم شما برای کی کار انجام میدید. الله یعلم. گفتن بهلول دید هارون الرشید مسجد میسازه، گفت برای کی میسازه؟ گفت برای خدا. گفت باش. نصف شب اومد اسم خودشو نوشت روی خشت کاشی، زد بالای مسجد، گفت مسجد بهلول. فردا هارون رشید آمد، عصبانی شد، گفت من ساختم. گفت من برای خدا نساختی، بذار اسم من باشه. پس دیدی برای خدا نیست، برای خدا نیست. ان الله یعلم ما یدعون من دونه، خدا میفهمه اونایی که میگن خدا اما برای غیر خدا دارن کار میکنن، برای امتیاز، برای جایزه. و هو العزیز الحکیم. نگید چرا تو قرآن انقدر مثل آمده، و تلک الامثال نضربها للناس، ما این مثلا رو برای شما میزنیم، و ما یعقلها الا العالمون، اونایی که عالمان این مثلا میفهمن، دانشمندا میفهمن ما چرا مثل میزنیم. مثل میزنیم که ذهن همه مردم با مسائل اعتقادی، مسائل امروز ما، این سه آیه‌ای که از آیه 41 و 42 و 43 سوره عنکبوت، ان شاء الله آیه 44 خلق الله السماوات والارض بالحق باشه برای فردا. السلام علیک یا ابا عبدالله، هر روز ما یه سلامی عرض می‌کنیم به آقامون که جلسمون نورانی بشه با نام ابا عبدالله علیه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علی اصحاب الحسین. اگر کسی تکیگاهش خدا شد میمانه، ولو غلام باشه،
ولو شهرت نداشته باشه. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. همانطور که جون امام حسین رو زیارت کرد، هنگام جان دادن توفیق زیارت آقا و اربابمون ابی عبدالله رو به ما عنایت بفرما.